با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. 28 آپریل 2016 روز جمعه است و روز پایان هفته است و آخرین ساعات برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو با هم دنبال میکنیم. خبر بد برای خودم اینه که برنامه ساعت پیش ما متاسفانه از دست اون در رفت و این به علت نمیدونم فلان ضبط نشد و هر علت این اتفاق افتاد و این داستان ضبط نشد، ولی امیدواریم که به حال بتونیم از طریق برنامه آقای همایون رو بگیریم و در آرشیو خودمون قرار بدیم. اما میدونی که در این ساعت گفتگو میکنیم با کارشناس سیاسی در امور اسلامی آقای دکتر آلبرت، که دیدم دوستان زیادی به این برنامه توجه دارن، از تک تکشون سپاسگزارم، از مهرشون ممنونم. موضوعی که فهم میکنم خوب ارتباط داره با موضوع صحبتهای ساعت پیش برنامه من راجع به وضعیت فقر در ایران و اینکه چگونه اینا با سیاستهای غلطشون و ماجرای نفت رو که تعریف کردیم که به چه فلاکتی افتاده، و وقتی نگاه میکنی در جنوب خلیج فارس یه منطقه بیابونی که هیچی نداره، هیچی نداشته، و امروز بالاخره کعبه آماله، انقدر اونجا رشد کرده و بزرگ شده که تو اون صحرا اینا رفتن پیست اسکی درست کردن، مردم میگن بیاین آقا تابستون زمستون هر وقت خواست اینجا اسکی بکن، فکرشو بکن. و این در حالی بودش که ما در ایران در همون دوران فرض کنید که در شهرهای مختلف داشت توسعه پیدا میکرد، رفتن طرح کیشو گذاشتن، طرح قشمو گذاشتن، خواستن کاری کنن که این شیخا به جای اینکه برن به جنوب فرانسه و این طرف اون طرف، پولاشونو بیارن همینجا خرج کنن. و طرح بسیار درست و دقیقی بود، با کازینوهای مختلف هم قرارداد بسته بودن که اونا بیان اونجا قمارخونه را بندازن، که انقلاب شد و این طرح شکست خورد و ما متوجه شدیم که امروز در اون طرف خلیج فارس چقدر رشد و آبادانی هست و در اینجا مردم آب ندارن. نمیم یه بارون که میاد سیل میشه همه چی رو از بین میبره، فلاکت، فقر در منطقه چابهار، در سیستان و بلوچستان که دیگه همه اینا روشنه. اما تو همین اوضاع و احوال یهو متوجه میشیم که وقتی که دنیا به این نقطه رسید که نفت دیگر آن کالای استراتژیک نیست، عربستان سعودی هم اعلام کرده که چنانکه دبی هم همین رو اعلام کرد، شهزاد هم گفت ما همین کار میکنیم، و عربستان سعودی که سرقبیله است و سرفرمانداری است هم یک طرح در حقیقت تحول اقتصادی رو آورده و یه برنامه چشمنداز 20 ساله گذاشته که ما از ماجرای نفت اقتصادمون رو تغییر میدیم. پرسشی که میخوام از آقای دکتر آلبرت بپرسم اینه که یه مملکتی که بنیادش در حقیقت اقتصادش بر اساس نفت بوده و نفت در حقیقت همه مملکت رو نفت میگردونده، چطوری شده که امروز تصمیم گرفته که با درک از این که نفت دیگر کالای استراتژیک نیست، تصمیم گرفته که تحول اقتصادی برای خودش بیاره؟ و این در حالیه که نگاه میکنیم اینی در ایران درست عکس داستان داره رفتار میشه و همچنان اینا منتظرن که نفت بفروشن، ای دنبال تانکر نفت میگردن، میگه نفت تانکر ندارم، نفت ببرم، نفت بیارم، هنوز دنبال نفتن. آقای آلبرت من به شما درود میفرستم، بسیار خوشحال خواهم شد که اگر شما لطفی بکنید و مهر کنید و راجع به این موضوع یه قدری برای ما صحبت بکنید، ببینیم که این طرح اینا اصلا چیست و چجوری میخوان اینا این کار رو انجام بدن. خوشحال میشم که نظر شما رو در این مورد بشنویم. بفهمید، خواهش میکنم. با درود شما و بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا. آقای بهبهانی، امروز دیگه قدر مسلم مسئله روشنه که عربستان سعودی قدرت شماره یک دنیای عربه.
یعنی خواسته یا نخواسته. ولی قبل از اینکه وارد این مسئله طرح تحول ملی بشیم که نتیجه‌ای رو بکنیم، اجازه بدید که خیلی سریع یعنی در ظرف 60 ثانیه ببینیم که اصلا این کشور عربستان چی بوده. یعنی میدونید 100 سال پیش چنین چیزی وجود نداشت. درسته که عربستان محل تولد اسلام بوده، درسته که مرکز فرهنگ تجارت بوده، نه در داخل عربستان، ولی به خاطر اینکه سر راه دمشق و بغداد و قاهره و کردوبای اسپانیا و استانبول بوده. و در واقع وقتی به این مسائل نگاه کنیم و قدمت این کشور رو که قدمتی نداشته نگاه بکنیم و مسائلی که امروز داره پیش میاد، متوجه یه چیزی میشیم که در واقع این خاندان ابن سعود، آل سعود، اومدن یه سری قبایل رو گرفتن و هم متحد کردن. بعد این کشور عربستان پیدا شد، حالا در زمان نفوذ انگلیس ها در اونجا، و مسئله نفت ثروت زیادی برای اینا پیش آورد. ولی چیزی که در واقع عربستان رو روی نقشه کاشت و بزرگ کرد، مسئله چیزی که من بهش میگم انقلاب نفتی 1973 که قیمت نفت چند برابر شد. یعنی میگه تا موقع $3.25 سنت برای هر بشکه نفت بود و با کمک و دانش و حداقل رهبری که شاه فقید داشت این مسئله به $13 رسید. در حال خاندان آل سعود از این درآمد نفت و پیدا کردن این ثروت سرشار کاری در داخل عربستان سعودی نکردن و امروز به جایی رسیدن اینها که حالا خواسته یا نخواسته قدرت شماره یک جهان عرب شدن. این مسئله برای اینا بعد از سقوط بغداد و دمشق، بعد از برکناری یه نفری مثل صدام حسین پیش اومده. البته مصر رو در این کنار باید نگاه بکنید که مصر هم تبدیل شده به یه قدرت خودبین، اون گوشه نشسته و از اون طرف آب داره نگاه میکنه که تمام ثروت در اونجاست. ولی اگه خیلی سریع هم بخوام نگاه بکنیم که در واقع داخل عربستان چی میگذشته که چطور شده که این ولی عهد اومده و در چند روز پیش این کارو کرده، نگاه میکنه میبینیم که اگه به چند تا شاخص داخل عربستان نگاه کنیم، میبینیم که اولا که درآمد سرانه مملکت آنچنانی بالا نبوده، ولی خب نسبت به کشورهای دیگه بهتر بوده به خاطر نفت، 53,000 دلار برای هر نفر بوده. شاخص انسانیشون 39، یعنی در بین کشورهای دنیا در مقام 39 قرار دارن. طول عمرشون در رده 55 قرار داره، در سطح کشورهای اکوادور و سوریه است. مرگ و میر نوزادانشون در سطح 166 کشور دنیا قرار داره، یعنی مثل همین غزه که الان با اسرائیل درگیره. مطبوعاتشون در رده 178 هستن. بنابراین با این همه، یعنی منظورم در 42 سال پیش که اینها صاحب این ثروت حساب نفت شدن، کاری در داخل عربستان نکردن. با این پولها اینها یک سری برای خودشون نفوذ در خارج از عربستان مثل آمریکا خریدن و دوستانی رو پیدا کردن و تونستن در واقع یک چیز مصلحتی رو برای خودشون درست بکنن. و اینها از اینجا نتیجه گیری میگیریم که زمانی که ولی عهد اینها میاد و که پدرش الان به اصطلاح پادشاه عربستان سعودیه، متوجه این مسئله میشه که اگر بخوان اون مسئله که به عنوان بهار عربی حداقل خاموش بشه و در عربستان مسئله انقلابی پیش نیاد، باید یه سری تغییرات داده بشه. امروز در عربستان آقای بهبهانی آب و برق به طریق یارانه پخش میشه، یعنی اگه کمک دولت نباشه نمیتونن آدم ها پول آب و برقشون رو بدن. استخدام دائمیه در عربستان سعودی، یعنی اگر شما در یک وزارتخانه عربستان سعودی استخدام شدید، شما به هیچ وجه بیکار نمیشید. اگر شما از کارتون رو به نحو احسن انجام بدید یا خواست اون به اصطلاح سوپروایزر شما، آدم برتر شما باشه، حق بیرون کردن ندارن، شما رو منتقل میکنن به جای دیگه. مالیات بر درآمد وجود نداره، مالیات بر املاک وجود نداره و هیچ نوع مالیاتی در عربستان سعودی وجود نداره که درآمدی برای دولت ایجاد بکنه. امروز اینها دارن اون پرده همیشه اسرار رو بر میدارن. در واقع محمد بن سلمان که ولیعهد عربستان سعودی، که برای اولین دفعه اون مصاحبه رادیو تلویزیونی خودش رو به طور زنده با تلویزیون العربیه میکنه و این طرح تحول ملی خودش رو، طرح 5 ساله رو به مردم ارائه میده، این نشانگر اینه که امروز این گروه گرداننده کشور عربستان سعودی که در واقع همین آقای محمد بن سلمان ولیعهد و
پادشاه عربستان و بقیه هستن متوجه یک مسئله خیلی عمیقی شدن. با پایین اومدن قیمت نفت روی $30، عربستان سعودی نمیتونه دیگه تأکید داشته باشه روی درآمد نفت که بتونه کشور رو ادامه بده، یعنی کشور رو به جلو ببره. مسئله که در عربستان پیش اومده آقای بهبهانی اینه که جوانانشون رو همینطور فرستادن کشورهای خارج، تحصیل کردن، برگشتن، اومدن اینجا. کار برای اینها الان در حال حاضر وجود نداره. ارقام و شماره‌هایی که من به شما میگم در رابطه با آماری که از توسط سازمان‌های خارجی از داخل عربستان گرفته شده. بیشتر از 12% از آدمای تحصیل کرده که برمیگردن از خارج بیکار هستن. البته خب ممکنه یک مقایسه سریع با ایران بکنیم، بگیم خب در ایران هم خیلی از جوانانی که میرن دانشگاه میان بیکار هستن، شاید خیلی بیشتر از 12% باشه. اطمینان دارم در عربستان هم بیشتره، ولی آمار اونجوری که هست رسید. اما در واقع این طرح تحول ملی چی بود و چه کار خواست بکنه و چه برنامه‌هایی رو میخواد اجرا بکنه؟ این طرح تحول ملی که از طریق ولیعهدشون اعلام شده در واقع یک گسترش خصوصی سازی اقتصاد عربستان سعودیه. در واقع اینها دارن میبینن که سیستم یارانه‌ای که در عربستان پیاده کرده بودن که در رابطه با آب و برق بوده، این مسئله براشون خرج بسیار بسیار زیادی داشته. رقمی که خودشون دارن اعلام میکنن آقای بهبهانی بیشتر از $2 تریلیون در سال اینا از طریق یارانه دارن به این ملت در داخل عربستان کمک میکنن. خب درآمد سرشار نفت هست، بنابراین باید هم درست میشه. اما این برنامه، یعنی طرح تحول ملی، برای کم کردن بیکاری، برای پیدایش کارهای جدید، برای تقویت تولید داخلی. حالا چیزی که آقای ولیعهد عربستان میگه که ما میخوایم که در داخل یک سری اقتصاد نظامی صنعتی درست بکنیم. که حالا البته از نقطه نظر نظامی صنعتی منظورشون چیه؟ آیا ساختن اسلحه موشک و هواپیما یا حداقل مونتاژ کردن اینهاست؟ اون بحثی که ایشون راجبش زیاد صحبت نکرد. ولی نکته بسیار بسیار حساس و مهمی که من فکر میکنم ایشون بهش اشاره کرد، با وجود پایین بودن قیمت نفت در $30، چون خاطرتون باشه آقای بهبهانی، اگر قیمت نفت بر طبق همین صحبت هایی که هفته پیش آقای اوباما در ریاض کرد که ما نمیتونیم قیمت نفت رو در $30 نگه داریم و باید به $50 برسه، حتی اگر به اونجا هم به اون قیمت هم برسه که من بعید میبینم، عربستان سعودی مجبور اون چیزی رو که بهش میگه عربیان ارامکو، یعنی کمپانی نفتی ملی نفتی عربستان هست، میخوان که یه مقداری از سهام این شرکت نفتی رو بفروشن. و به گفته خود آقای محمد بن سلمان، ایشون میخواد یکی از بزرگترین صندوقهای ثروت ملی جهان رو درست بکنه. منظورشون چیه؟ که منظورش اینه که این عربستان سعودی هنوز بزرگترین صادرکننده نفت در دنیاست و با اقتصاد جهان پشتیبانی عجیبی میکنه، برای اینکه اگه خب قطع این نفت باشه دنیا دچار تلاطم اقتصادی میشه. بنابراین این شرکت نفت ملی عربستان سعودی در واقع مرکز و اون کور داستانیه که آقای بن سلمان داره راجعش صحبت میکنه. و این شرکت نفتی رو اگر اینها بخوان به مقدار 10% در دنیا عرضه بکنن، به اندازه کافی سرمایه گذاری خواهد شد که بتونن اون پول رو بیارن در داخل عربستان و این برنامه هایی که برای حداقل این تصمیمات بلند پروازانشون هست انجام بدن. دلیلی که من میگم بلند پروازانه آقای بهبهانی اینه که زمان میبره که اقتصاد ساخته بشه. اگر ما بخوایم دهه 60 چین و سنگاپور رو نگاه بکنیم، این دو کشوری بودن که تموم شده بودن، ولی با طول کشید 30-40-50 سال تا چین تونست اون اقتصاد رو برای خودش بسازه و خودش رو در عرصه جهان اقتصادی نشون بده. بنابراین عربستان هر قدرم که پول داشته باشه نمیتونه به این سریعی که ایشون اعلام داره میکنه، که منظورشون اولین طرح این پیشرفت های اقتصادی 5 سال است، ولی در واقع چشم اینها به سال 2020 و 2030 که در اون زمان اینا بتونن در واقع این کشور عربستان سعودی رو صاحب اقتصادی بکنن که دیگر تکیه‌ای به نفت نداشته باشه. البته بازم میگم از پول نفت دارن استفاده میکنن که اقتصاد درست بکنن و این راه درستی از نظر اقتصادی. درآمد کشور برای ساختن نهادهای اقتصادی کشور داره استفاده میشه. این
این سرمایه گذاری آقای بهبهانی برای جلب نسل جوان عربستان سعودیه، برای جلب نسل تحصیل کرده عربستان سعودیه و توسط یک چهره جوان و محبوب مثل آقای بن سلمان داره ارائه میشه و مورد توجه حداقل جوانان عربستان سعودی قرار گرفته. این طرح تحول ملی در واقع چند روز پیش اعلام شد و اگر حداقل این مسئله که این مهمترین اعلامیه و برنامه تلویزیونی بود که از طریق خاندان آل سعود در تمام 100 سال تولید یعنی به گوش اومدن این کشور اعلام شده بود، یک مسئله بسیار برجسته و بی‌سابقه‌ای بود. یعنی ظاهر شدن تلویزیونی یک پرنس عربستان حداقل داره نشون میده که اینها دنبال شفاف سازی هستن. اینها دیگه نمیخوان اون پرده اسرارآمیز رو دوروبر اون خاندان آل سعود داشته باشن و در واقع این تقاضا به اصطلاح شفاف گرایی و پاسخگویی به خواست جوانان عربستان سعودی چیزی بوده که جسته و گریخته در داخل عربستان سعودی همیشه مورد بحث بوده. منتها یک نفر نمیخوام بگم فقط با جرأت، ولی یک نفر با بینش و دانایی درست میخواسته که این مسائل رو برای جوانان و نسل آینده عربستان سعودی، این بسیار مهمه اینجا، نسل آینده عربستان سعودی روشن بکنه. چند روز قبل وزیر دادگستری عربستان سعودی، یعنی چند روز قبل از این مصاحبه آقای بن سلمان، ایشون هم یک مصاحبه با تلویزیون العربیه کرد و در واقع این وزیر دادگستری صحبت‌هایی رو که ایشون ولیعهد عربستان کرد پایه‌گذاری کرد و باز هم تمام این برنامه‌ها و اصلاحات روی فروش مقداری از سهام شرکت ملی نفتی عربستان سعودی یا عربیان ارامکو بوده که جزء اصلی این برنامه است و بقیه این سهام به طریق یک صندوق سرمایه گذاری در اختیار شرکت نفت عربستان قرار میگیره و درآمدهای حاصل از اون در داخل عربستان برای سرمایه گذاری ارائه میشه. حالا سوال اینجاست که آیا قبلا کسی این کار رو کرده که بتونه اقتصاد خودش رو درست بکنه؟ تنها یک کشور بوده، اونم نروژ بوده و نروژ از فروش بیشتر از 25% از سهام شرکت نفت ملی نروژ مقدار 2 تریلیون دلار به دست آوردن که از اونجا تونستن برنامه‌های خودشون رو انجام بدن. اما اگر دولت عربستان این تصمیم رو گرفته، آیا سیاست‌های دولت عربستان و سیاست‌های کابینه و سیاست‌های ملک سلمان در این مسئله دخالت کرد؟ آقای ولیعهد عربستان گفتن که این مسئله، این طرح تحول اقتصادی بدور از مسائل سیاسی خواهد بود و در واقع برای اینکه نشون بدن که ما دیگه اون کشور اسرارآمیز نیستیم، وزیر آب و برق رو بعد از چند روز ایشون برکنار کرد. برای اینکه آب و برق در عربستان سعودی از دسامبر گذشته تا این طرف آقای بهبهانی 500 برابر قیمتش رفته بوده بالا، دلیل اینکه اینو برکنار کردن خواستن نشون بدن که بله تقصیر ایشون بوده و ما در واقع وارد این مسئله تحولات داریم میشیم. هدف اینها از این مسئله صرفه‌جویی برای کشور عربستان به اضافه یارانه های دیگه که میدن شاید یک مبلغ 30 بیلیون دلاری رو براشون صرفه‌جویی بکنه. ولی چقدر از این مسئله رو اینها موفق خواهند شد، چقدر از این مسئله رو اینها میتونن انجام بدن، اون مسئله که در یکی دو سال آینده خواهیم دید. اما اگر من این رو به شما بگم آقای بهبهانی که بیشتر از 86% از آدم هایی که در عربستان سعودی هستن از اول زندگی خودشون، یعنی از زمانی که به دنیا اومدن، حالا اگه یه جوان 30 ساله است، یه جوان 40 ساله است، یه جوان 50 ساله است، از زمان به دنیا اومدن خودشون 86% از اهالی عربستان سعودی از طریق این یارانه ها زندگی کردن و دلیل اینکه تا حالا شاید این کشور ساکت مونده و درش شلوغ نشده به خاطر این بوده که عربستان تونسته با به اصطلاح پول ریختن در داخل عربستان جلوی این شکایات رو بگیره. ولی امروز دولت عربستان با کسر بودجه مواجه است، اون هم به خاطر مسئله نفته و این به اصطلاح برنامه های بلند پروازانه که میخوان انجام بدن شاید برنامه های کاملی نباشه ولی راه حل یک پیشرفت رو دارن
نشون مردم میدن. و زمانی که یک دولت بخواد شفاف سازی بکنه، اطمینان مردم و اطمینان جوانان خودش رو حداقل به خودش جلب میکنه. و اگر این مسئله برای اینها 5 سال، 10 سال یا 15 سال طول بکشه، یک چیزی اینجا بسیار، یک نکته بسیار بسیار مهم خواهد بود و آن بود که جوانان برگشته از خارج امروز عربستان سعودی این مسئله را متوجه میشن که آینده اون جوانان با آینده و نگه داشتن خاندان آل سعود در یک خیابون سفر میکنه. منظورم اینجا اینه که نمیتونن بیان بر علیه این حالا خاندان در شهر شلوغ بکنن یا برنامه‌ای که در مصر یا در جاهای دیگه دیدیم پیش بیاد، فقط و فقط به خاطر اینکه بخوان رژیم عوض بکنن. در خاتمه در این قسمت از صحبتم آقای بیوانی، یک نکته رو نقطه نظر شخصی خودم میخوام بگم و اونم اینه که امروز حداقل من و شما میدونیم که اون چیزی که ما در 150 یا در 170 سال پیش به عنوان Industrial Revolution و اون انقلاب صنعتی که بهش میگیم شروع شد و در واقع دنیا صنعتی شد و از اون حالت استفاده انسان برای هر کاری بود، ماشین، دنیای ماشینی پیش اومد، اون انقلاب صنعتی پیش اومد. امروز انقلاب صنعتی در آخرهای اون زمان خودش داره میگذره. امروز دنیا داره به طرف چیزی که ما میگیم knowledge economics، یعنی اون اقتصاد دانشی داره میره جلو. من از بین کشورهایی که میتونم راجع به اقتصاد دانشی صحبت بکنم که بسیار بسیار موفق هستن، حداقل همین کشور آمریکاست که میبینیم که زمانی که اینها تمام ماشینهای دنیا در اینجا ساخته میشد، تمام دنیا با ماشینهای آمریکایی اینور اونور میرفتن، امروز دیگه اون ماشینها ساخت آمریکا نیست. من ماشینها رو فقط از این نقطه نظر میگم که حداقل راحت‌تر این مسئله رو درک بکنیم. ولی اگر کشوری رو بخوام در همسایگی و در نزدیکی عربستان سعودی بگم که از اقتصاد دانشی داره استفاده میکنه و دیگه از اون مسئله انقلاب صنعتی استفاده نمیکنه، کشور کوچک اسرائیل، و اونم به خاطر اینکه الان اختراعات و به قول معروف استارتاپ کمپانی، شرکت هایی که میان و تکنولوژی جدید میارن، اکثر اینها در اسرائیل هستن به خاطر قیمت پایین کارگر و به خاطر دانشگاه ها و سیستم مدرسه‌ای و تدریسیه. و در اینجاست که من میخوام این مقایسه رو با عربستان سعودی بکنم. پول هایی که از نفت گرفتند آقای بهبهانی صرف ساختن مدرسه و بیمارستان و دانشگاه نشد، اینها صرف مسائل دیگه ای شد، به کشورهایی دادن که میخواستن تحت نفوذ خودشون در بیارن. اگرم کشوری باشون مخالفت میکرد، جلوی اون پولو میگرفتن یا پولشون رو از یورو تبدیل به دلار میکردن یا از دلار به یورو تبدیل میکردن. بنابراین امروز عربستان سعودی بیدار شده، چون در اون طرف یک قدرت عجیب و مخالفی نشسته به نام ایران و اینها میدونن که حداقل اگر جلوی ایران رو در جاهایی مثل سوریه، یمن و حتی عراق نگیرن، امکان این که بتونن در چند سال دیگه جلوگیری بکنن مشکل تر میشه. بنابراین نگاه اول رو به داخل خودشون دارن میکنن، چون این قدرت نظامی رو میتونن داشته باشن با کمک مصر و بقیه که مقابله به ایران بیستن. ولی عربستان سعودی بیدار شده. چقدر این طرح تحول ملی جلو خواهد رفت؟ از نظر من ترکیب سیاسی و اجتماعی و فشارهای امنیتی اینها رو مجبور کرده که این کار رو انجام بدن و در واقع این افق پادشاهی عربستان سعودی با این مسئله خیلی بهتر نشون داده خواهد شد. بفرمایید. بسیار ممنونم آقا. جامع بود، کامل بود، دقیق بود، مثل همیشه سپاسگزارم. ولی من باز یه پرسش در همین رابطه، مثلا چون وقت محدود است، خواهش میکنم این رو مختصر بتونیم جمع جورش بکنیم. این مقایسه است که اگر نگاه بکنیم مثلا ایران رو در مثلا 40 سال پیش از این مقایسه بکنی، می‌بینی که از یه استاندارد بسیار بسیار بالاتری در زمینه‌های آموزش و پرورش و تکنیک و صنعت و اینا از عربستان بسیار جلوتر بود. یعنی ما وقتی که وارد صنعت مونتاژ شدیم تو سالهای 40، سالهای 60، اصلا عربستان همچی صنعتی رو نداره و نداشت.
ما همزمان با کره جنوبی اینا شروع کردیم، ما جلوتر از کره جنوبی بودیم، ولی انقلابی که در ایران شد خب بسیار ما رو عقب انداخت و الان کره مثلا فرض کنید که چندین کارخونه ماشین سازی داره، 5 تا کارخونه موزم داره، یکیش که هیوندایی هست میگن سالی 5 میلیارد دلار پول وارد خزانه دولت میکنه، ولی ایران همچنان اندر خم همون کارخونه های پوسیده و از بین رفته است. و اینکه راجع به اقتصاد دانش حرف میزنیم، خب ما ایران رو که مقایسه میکنیم با عربستان، بالاخره ایران جلوتر بوده. همین امروز هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که بالاخره تعداد آدمای تحصیل کردهش بیشتر از اونجاست، ولی این فاصله رو نمیفهمم که چطوری اون به این درک رسیده که بتواند اقتصادش رو از نفت تبدیل به اقتصاد دیگر بکنه، ولی ایران مشکلش چیه که نمیتونه این کارو بکنه؟ پرسش همینه، نظرت مشکلش کجاست؟ آقای بهبانی، شما گفتید که بعد از مسائل انقلاب ایران ما عقب افتادیم. من میخوام این کلمه رو عوض بکنم، بگم ما عقب نیافتادیم، ما متوقف شدیم. آقای بهبانی، عقب افتادن یعنی اینکه یک نفر از نقطه نظر صنعتی یا تولیدات شاخص صنعتی از ما جلوتر باشه. ما متوقف شدیم در ایران. انقلاب اسلامی ایران تمام اقتصاد ایران رو حالا نابود به طور کلی متوقف شد. ببینید، مسئله که در زمان سلطنت پهلوی در زمان شاه بود، از نظر من امروز عربستان سعودی بعد از اون سال این رو کپی کرده. منظور من از کپی کردن این طرح چیه؟ طرح تحول ملی که آیه ولیعهدشون داره صحبت میکنه، میگه ما میدونیم که این مسئله نفت تموم شدنیه و شاه هم این مسئله رو میدونست، بنابراین تصمیم گرفت که حداقل نه تنها از نظر نظامی ایران رو قوی بکنه، منظورم در زمان سلطنت شاه فقیده، بلکه از نظر اقتصادی هم ایران رو قوی بکنه. من خودم یکی از اون محصولات دانشجوی زمان سلطنت قبلی بودم، زمان سلطنت پهلوی بودم، من یکی از همونه بودم، شما یکی از همونه بودم. آقای بهبهانی، دوستان و یارانتون دور برای خودتون نگاه بکنید، همه از اون محصولاتی بودن که فرستاده شدن به خارج و برگردن، و شخص خود من که داشتم برمیگشتم به ایران و در اون صنعت، در اون قسمت تخصصا برنامه‌مو پیاده بکنم. بنابراین ما متوقف شدیم. آقای بهبهانی، اهمیتی نداره که کره جنوبی 5 تا شرکت ماشین سازی داره. مسئله اینجاست که امروز حتی اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که بعد از برداشتن این مسائل و این تحریمات طریقه صحبت کردنش رو نسبت، حداقل من اینطوری فقط میگم، نسبت به آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل عوض بکنه، تمام چیز برای ایران عوض خواهد شد، درها باز خواهد شد، سرمایه گذاری ها شروع خواهد شد. ولی مسئله که هست اینه که دلیل این که ایران نمیخواد اینها در ایران، حداقل یا مذهب شیعه، یا که البته ما چندین بار راجع به مسئله صحبت کردیم، تو به نظر میرسه که شیعه یک قسمتی از اسلام نیست، یک سکت سیاسی مذهبیه، و امروز چیزی که ایران رو متوقف کرده، حداقل به نظر من آدم های نادان هستن که سر کار هستن، که نمیدونن چه باید بکنن، چطور باید سیستم رو بگردونن. در قسمت دوم، زمانی که مذهب وارد یک سیاست میشه، وارد یک کشور میشه، به نظر من تمام مسائل دنیوی دیگه از اون در، سکولار دیگه از اون در خارج میشن. بنابراین این دو با هم دیگه نمیتونن کار بکنن، و حتی اگر شما بخواید مقایسه بکنید با کشورهای مثل عربستان سعودی، اسرائیل و جاهای دیگه، میبینیم که راهی هست برای اونها که بتونن نفس بکشن. اشکال بزرگ ایران این نیست که درآمد نداره، اشکال بزرگ ایران این نیست که نمیتونه تولید نفت بکنه، اشکال ایران نیست که مواد غنی زیرزمینی نداره. ما همه چیز داریم در ایران، از نقطه نظر مواد زیرزمینی، مواد معدنی برای ساختن هر نوع، نمیگم تمام، هر نوع وسیله هست، ولی مسئله اینه که اجازه بدیم مغزها فرار نکنن.
در کالیفرنیای شمالی آقای بهبهانی، در این شهری که ما بهش میگیم سیلیکون ولی، بیشتر از 1000 تا اونجا که من خودم حداقل دیدم و میدونم، بیشتر از 1000 ایرانیانی هستند که با مدرک PhD یعنی دکترا دارن برای شرکت‌های مختلف کار میکنن. و این نشون دهنده یک مسئله که ما از نظر فهم و شعور و تحصیلات عقب نیفتادیم آقای بهبهانی. ما از نقطه نظر سیاست‌های دولت و فرار مغزها و فرار سرمایه گذاری و بقیه مسائلی که دیگه فکر کنم شما خودتون کاملا به این مسائل هر روز در برنامه‌هاتون یا گهگاهی اشاره می‌کنید. بنابراین اشکال ما در اینجا اینه. امروز اگر ولیعهد عربستان سعودی میاد این حرف رو میزنه و میگه من می‌خوام این کارو انجام بدم، میگه با من بیاید صحبت بکنید، گروه های مختلف بیاین پیش ما. در ایران چنین مسئله نیست. در ایران اصلا چنین اجازه نمیدن کسی بیاد. اون آقای دانشمند از آمریکا میاد میگن بیا با ما همکاری بکن، همکاری نمیکنه میکنه زندان. بنابراین کشوری که قانون نداشته باشه، کشوری که احترام برای انسان ها نداشته باشه، کشوری که احترام برای مغز انسان ها نداشته باشه و کشور و سیستمی که احترام به طور کلی برای جان انسان نداشته باشه، آقای بهبهانی، بهتر از این نمیتونه پیشرفت بکنه. اشکال ایران در خاتمه به طور کلی رژیمی که در ایران داره حکومت میکنه و اونها هستن که متاسفانه حداقل، حالا به عبارتی شما میگید 40 سال قبل، اینا رو حداقل 100 سال پیش، چیزی که امروز من دارم میبینم آقای بهبهانی، 1910 ایران و 1920 ایران. دقیقاً، براو، درود به شما. عرضم به حضور شما که در همین راستا ما ببینیم که دو تا اتفاق داره میفته. یکی این که اسرائیلیا پهباداشون رو تو آذربایجان به پرواز در میارن، امتحان میکنن، بالا میکنن، یعنی کنار مرزهای ایران در کردستان، در آذربایجان. وقت اینا در ایران میگه من ظرف 8 دقیقه تلاوی رو نابود میکنم، نمیدونم 1200 مرکز رو تو آمریکا موشک بارون میکنم. خب این حرفا حاصلش چیه؟ حاصلش این میشه که آقای ظریف بوده بیاد به بانکیمون، رفته یقه بانکیمون رو گرفته و بهش میگه که بیا بگو تو رو خدا آمریکا پول ما رو پس بده. پولی که خودشون آوردن دو دستی گشتن تو اینجا در جریان این ماجرای 2 میلیارد دلار، خودشون خب میدونستن از سال 2002 این داستان شروع شده، این پرونده‌ایه که بهش میگن که دبرا پترسون فامیلی فایل که شما هفته پیشم راجعش حرف زدی، از 2002 شروع شده. تو 2003، تو می 2003 اینا تو دی سی فایل کردن و اینا نیومدن دادگاهی، دادگاه نامه نوشته، اینا نیومدن. بعد که داستان بیخ پیدا کرده، اینا دو سه ساله اومدن و رئیس بانک مرکزی و اینا رو فرستادن، دادگاه رفته به سوپریم کورت، سوپریم کورت حکم داده و گفته نمیتونی چیز نار ریترنبل، اصلا نمیشه دوباره برگردی به دادگاه، اینا چوب زده روش رو تموم کرده رفته. و اینا خودشون توی دعوا بوده، از سال 2002 این داستان بوده. بعد احمدی‌نژاد 4 میلیارد دلار پول آورده رفته اینجا تریجی باند خریده، یعنی اوراق قرضه ملی خریده. خب اینو به چه ربطی به بعد اینا به دروغی به مردمای ما میگن که نمیدونم ما ظرف 8 دقیقه میتونیم اونا رو بزنیم. و من اینا رو نمیفهمم. و داستان این که خود وزیر دفاع آمریکا میگه آقا ایران یکی از 5 چالش جهان است، 5 چالش مهم جهان، یکیش ایرانه. و این ماجرای سوریه، در سوریه ما نگاه میکنیم میبینیم که آقا حلب تبدیل شده به قتلگاه و ایران و روسیه دارن مردم اونجا هر روز دارن میگه هر 25 دقیقه یه نفر میمیره. این شرایط سوریه چیست و چرا اسرائیل در این زمینه ساکته؟ میشه یه توضیح بدی ببینیم چرا اسرائیل سکوت کرده؟ نکته را اینجا بگم که اسرائیل پهپادهای خودش هم به عربستان سعودی از طریق شرکت‌های در آفریقای جنوبی فروختن و نیروی هوایی عربستان سعودی امروز بیشتر از 10 پهپاد اسرائیلی که شاید بعد از پهپادهای آمریکایی بهترین هستند در نوع بزرگتر و در نوع کوچکتر بهترین هستند، یعنی حتی از نوع مال آمریکایی. در رابطه با مال آذربایجان، اسرائیل با آذربایجان رابطه بسیار بسیار خوبی دارن اینا.
و این رابطه اینها از درست هم بعد از پاچیده شدن اون به اصطلاح کشور اتحاد جماهیر شوروی پیش اومد و در واقع اینها اون تعصب مذهبی نسبت به حالا کشور اسرائیل یا صهیونیست ها یا اسرائیل زمین خوار و نمیدونم آمریکای جهان خوار اینا رو ندارن، برای که اینها حداقل فهمیدن که در دنیا رو چه اساس و رو چه محوری کار میکنه و تا یه اندازه‌ای میتونن دروغ به مردم بگن. من نمیخوام بگم که دولت آذربایجان به مردمش دروغ نمیگه یا دولت عربستان به مردمش دروغ نمیگه، ولی تا یه اندازه‌ای. ولی در مقایسه با ایران آقای بهبهانی، اینها به قول آمریکایی‌ها 24/7 دارن دروغ میگن، یعنی حد در 24 ساعت و در 7 روزه دارن به ملت ایران دروغ میگن. شما فقط یه مثال کوچیک راجع به این پول رو گفته $2 بیلیون. آقای بهبهانی اشکال اینا نبود، اشکالشون این بود که اینها پول رو به طور غیرقانونی وارد آمریکا کرده بودن از طریق یکی از شرکت ها و در بانک سیتی خوابونده بودن، نه زیر اسم این که پول مال بانک مرکزی ایران، همون برنامه یا شرکت های سوری که اینا این برنامه درست میکردن. در صورتی که وقتی که دولت آمریکا این پول رو ترس کرد، خزانه داری آمریکا دنباله گرفتن، فهمیدن که این پول از بانک مرکزی ایران اومده و همونطوری که شما گفتید ایشون اومده در اینجا بانک اوراق قرضه دولتی رو خریده که البته خب روی این پول به مقداری هم استفاده ساخته شده. ولی اشکال باز اون طریقه فکریه که اینها میگن آقا ما تل‌آویو رو میزنیم. خب بله، هر کسی میتونه موشک شلیک بکنه آقای بهبهانی، از هر جای دنیا هر کسی میتونه موشک به پرواز در بیاره، ولی آیا به مقصد میرسه؟ کره شمالی که ارباب اینهاست در ساختن اون بمب اتمی و اون موشک‌ها و این تکنولوژی عقب افتاده 100 سال گذشته رو به ایران با میلیاردها دلار پول فروختن، این موشک‌ها که قابل پرواز نیست که. اصلا شما نمیدونید زمانی که اون عکس که اینها دارن نشون میدن در تلویزیون‌ها از کجا و کی و چی گرفته شده، یا مثلا همون برنامه که اون ماکت ناو هاوپنوری آمریکا رو گذاشتن توی خلیج فارس، گفتن ما داریم این کارو اون کارو میکنیم. بنابراین احتیاج داره به آدمایی که فقط یه مقداری اطلاعات در دست داشته باشن و خوشبختانه امروز به خاطر وجود این مسئله سوشال میدیا و اینترنت هم میهنانمون در ایران هم دیگه میدونن که اینها دارن دروغ میگن. ولی آیا قدرت عوض کردن این رژیم در دست ملت ایران؟ متاسفانه به خاطر کمک های بی اندازه که شوروی و پوتین به اینها کردن و اون سیستم کمونیستی شوروی رو که برای هر 5 نفری که در شوروی زندگی میکردن یه نفر مأمور مخفی بود، الان هم تو ایران آقای بهبهانی همینه. این حالا گروهک های مختلف که در شهر آدم ها رو میگیرن دستگیر میکنن، نمیدونم از سپاه پاسداران شما بگیرین تا بیاین به پایین، میبینین که همون سیستم همون طرحه. بنابراین کشتن برای روسایی است عادی بوده، در فرهنگ روسا کشتن آقای بهبهانی است عادیه و این مسئله رو در ایران هم آوردن عادیش کردن و آدم ها و جوانان رو دارن به این طریق بار میارن. برای همینه که شما وقتی به مسئله سوریه شما اشاره میکنید، میبینید که اومدن نشستن قراردادی رو نوشتن که آقا حمله نکنیم. دیروز بیمارستانی رو در حلب زدن که چند تا از این دکترهای بدون مرز در اونجا بودن و کشته شدن و آدمهای بیمار در اونجا کشته شدن و همینطور امروز در یا دیروز در جنوب دمشق بمبی منفجر شد. بنابراین اونها هم همینطور میگن اگر شما حمله بکنیم ما هم حمله میکنیم. ولی اشکالی که برای حداقل نمیدونم اتاق فکری بهش بگم، تصمیم گیرنده بگم در ایران یا حداقل کسایی که دارن این برنامه رو دنبال میکنن در سوریه، واقعا تصورشون اینه که اینا میتونن اسرائیل رو نابود بکنن؟ واقعا تصورشون اینه که اینا میتونن آمریکا رو بزنن؟ آقای بهبهانی تصوره، حقیقت که نیست. اونها معنی کلمات رو میفهمن، من و شما که میفهمیم آقای بهبهانی معنی کلمات چیه. تصورشون اینها اینه. در هر حال امروز کاری که اسرائیل کرده با نفوذ در آذربایجان، با نفوذ در کردستان، ببینید این کشورها هم مرز ایران هستن، با نفوذ در خلیج فارس، منظورم عربستان سعودی، قطر و کشورهای دیگه است، کاملا از نقطه نظر این که ایران بخواد حمله موشکی به اسرائیل بکنه جلوی این مسئله رو گرفتن و حتی با تحویل 4 تا از این زیردریایی های نوع دلفین که آلمان به اسرائیل با قیمت خیلی کمی فروخته که حداقل نیروی دریایی آمریکا اجازه میده در هر زمان یکی از اینا در خلیج فارس باشن، نه 2 تا، فقط یه دونه از اینا باشن، بنابراین اسرائیل از این نظر خیالش کاملا جمعه. اما این کشتار در سوریه و سکوت اسرائیل برای اینه که آیه بهبهانی این یک مسئله داخلی فرقه‌ای و مذهبیه،
دخالت اسرائیل در این مسئله فقط اونها رو متحد میکنه بر علیه اسرائیل. و اسرائیلی‌ها در 67-8 سال گذشته که از استقلالشون میگذره این مسئله رو خوب پی بردن که اگر دشمنان ما با همدیگه درگیر شدن اجازه بدید با همدیگه درگیر بمونن. این همون داستانیه که انگلیس ها پیاده کردن و تفرقه بیانداز و حکومت بکن. بنابراین دخالت و حرف زدن اسرائیل در اینجا جز این که انعکاس و تمرکز رو از روی اونها برداره و به قول معروف نور افکن رو روی اسرائیل بندازه چیزی نخواهد داشت. بنابراین سکوت بهترین کاره برای اسرائیل. فقط با همونطور که در هفته پیش اشاره کردیم آقای نتانیاهو اون ادارم کردن که دنیا باید برنده گولان به ما بده. حالا چرا آقای نتانیاهو در این زمان داره این حرفا میزنه؟ از نظر من اینه که وقت مناسبی بوده و به نظر میرسه که این صلحی که در سوریه راجبش صحبت میکردن عملی نخواهد شد و این زد و خوردهای حلب، کشت و کشتاری که در حلب داره میشه و نیروهای ارتش منظم ایران یا کماندوهایی که اونا هم این پاسدارهای چپ و راست دارن کشته میشن، حداقل در اونجا داره نشون میده که این جنگ جنگ نسلی آقای بهبهانی در اسلام و در بعضی از مذاهب خیلی تندرو اتفاقاتی که میفته نسلی میشه آقای بهبهانی، یعنی از یک نسل به یک نسل دیگه میرسه. و متاسفانه این مسئله شیعه و سنی هم نسل اندر نسل گذشته و بعد از 1400 سال اون چیزیه که من و شما امروز در سال 2016 در این آپریل داریم میبینیم. بفهمید. متشکرم. عرضم به حضور شما که فرصت چندانی نیست و این معمولا این بخش پایان برنامه رو اختصاص میدیم به موضوع انتخابات در آمریکا و این سوپر تیوزدی که دوباره در این هفته آقای ترامپ 5 استیت رو برد و خانم کلینتون هم 5 استیت رو 4 استیت رو برد در مقابله با رقباش و این تبانی که در حقیقت این دو کاندیدای دیگه جمهوری خواه یعنی کروز و گیسی کرده بودن موفق نشدن. میشه یه قدری راجع به این برامون بگی؟ چون مردم داستان شما رو من مرتب میشنوم که تحلیل شما رو در مورد انتخابات آمریکا تحلیل‌های دقیق‌تری میدونن نسبت به کسان دیگری که در این موضوع حرف میزنن. دیگه اینا به عهده اوناست اگر دروغ گفتن یا اینکه در حقیقت به قول آقای خراسانی خوشخدمتی کردن، دیگه به عهده اوناست. ولی میخوام نظر شما رو به آخره صاحب میدونم، میگن که شما دقیق‌تر داستان رو تعریف می‌کنید. در این سه شنبه چه گذشت؟ اونا چه تحریر رو داشت کروز رو کیسی چه تحریر رو داشتن که موفق نشدن و چجوریه که این ترامپ دوباره عوض کرد و یه سخنرانی راجب از روی نوشته البته خوند راجب سیاست خارجیش که ولی معتقدن که این زیاد در سیاست خارجی توان مانور نداره و حرف زدن نداره. این شرایط چیست؟ چگونه داره پیش میره؟ خوشحال میشیم تو این زمینه بشنویم. بفهم. اجازه بدید که اول از خانم کلینتون شروع بکنیم برسیم به آقای ترامپ. برای که واسه مثلا آقای ترامپ خیلی داغ‌تره. خب در حزب دموکرات خانم کلینتون در اون 5 ایالتی که ویرجینیا، نیوجرسی، پنسیلوانیا، دلاور و بقیه بودن، از اون 5 تا ایالت 4 تاشو بردن و اون ایالتی که آقای سناتور ساندرز بردن رود آیلند بود که آرای ایالتی دلیگیت زیادی نداشت. خانم کلینتون با بردن این 4 ایالت کاندیدا شدن خودشون رو از طریق حزب دموکرات از نظر من میتونم بگم حالا 99% شده، یعنی 100% قبول بکنه که خانم کلینتون کاندید خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این که این خانم کلینتون ببخشید آقا بد، یعنی خانم کلینتون به اون 2300 نام چیز رسیده 2000 چند تا بود؟ به اون امروز؟ بله 1900 دلیگیت کرسی دارن ایشون و در ایالت کالیفرنیا که در 7 جون این انتخابات دور اولیه خواهد بود، 7 جون روز بزرگیه در کالیفرنیا، کالیفرنیا 271 کرسی دلیگیت داره. اگر اون 271 کرسی رو شما به اینها اضافه بکنید و ایالتی مثل اورگان که بالای کالیفرنیا قرار داره و ایالت نیو مکزیکو که در این طرف نوادا قرار داره اینها رو اضافه بکنید، خانم کلینتون 100% اون 2237 رو به دست خواهد آورد و شاید بیشتر از اونم بشه. ولی از نظر خانم کلینتون
کالیفرنیا در واقع اون به قول معروف میخ آخریه که با آقای سندرز خواهند زد. ولی چرا آقای سندرز هنوز در اینجا بود؟ البته قبل از اینو بگم نشانه هایی هست که آقای سندرز داره یواش یواش این مسئله رو قبول میکنه. چرا؟ برای اینکه آقای سندرز جمعا 900 نفر براش در سراسر آمریکا کار میکردن که اینها کسانی بودن که در ایالت‌های مختلف به کار رسیدگی میکنن. آقای سندرز 600 نفر از اینها رو مرخص کرده و دلیلش هم این بود که خب ما در اون ایالاتی که به اصطلاح پرایمری انتخابات دوره اولیه تموم شده دیگه ما احتیاج به اینها نداریم. ولی در واقع از نظر من اینطوریه که وقتی شما اینها رو دارید مرخص میکنید، یعنی میدونید که شما کاندید حزب دموکرات نخواهید شد، چون همینا هستن که در زمان 4 نوامبر و تا اون زمان هم باز فعالیت خواهند کرد، دفاتری رو باز میکنن که میرن در خونه آدما به اصطلاح در میزنن یا نامه میدن یا تماس میگیرن یا تلفن میزنن، مرکزی که آدم ها رو نشوندن اونجا. بنابراین وقتی که آقای سندرز اینا رو میبنده متوجه میشه که یعنی نشون میده که دیگه آقای سندرز این رو قبول کرده. در واقع اون خط ریز رو ما داریم میخونیم الان که متوجه این مسئله میشیم. ولی آقای ببانی اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. خیلی سریع میگم، آیا آقای سندرز تونست اون به هدفی که میخواست برسه؟ از نظر من بله. و به شما میگم چرا. حزب آقای سندرز حزب دموکرات و خانم کلینتون رو به طرف چپ کشید و من اطمینان دارم زمانی که خانم کلینتون نامینیت بشه، یعنی از طرف حزب دموکرات کاندید بشه، باز سیاست‌هاشو میاره به طرف مرکز حزب دموکرات. منظورم وقتی که آقای سندرز خانم کلینتون رو به طرف چپ کشید، خانم کلینتون رو مجبور کرد قبول بکنه که حقوق مینیمم ویجز، کمترین حقوق کارگرا، از اون چیزی که امروز هست به 15 دلار برسه در ظرف 5 سال آینده و خانم کلینتون رو قبول کرد. و مسائل دیگه‌ای که در واقع در رابطه با بانک‌های آمریکا، در رابطه با اقتصاد آمریکا، و اگر فرصتی در برنامه یه پیش بیاد راجع به این مسئله قراردادهایی که آقای اوباما امضا کرده صحبت خواهم کرد. ولی بدون شک خانم کلینتون کالیفرنیا رو خواهند برد، چون حزب دموکرات DNC کمیته، یعنی اون کمیته حزب دموکرات پشت سر خانم کلینتون. اینها به خانم حزب دموکرات، به خانم کلینتون مدیونه. فقط اگه یادتون باشه آقای بهبهانی، 8 سال پیش زمانی که آقای سناتور کندی اومد و از سناتور اوباما پشتیبانی کرد، خانم کلینتون متوجه شد که نباید بجنگه و این رو قبول کرد و کنار کشید و از طرفدارانش خواست که به آقای اوباما رأی بدن. آقای سناتور سندرز هنوز این کارو نکرده، ولی خانم کلینتون در صحبتی که در اون شب که 4 ایالت بردن گفتش که در واقع یک چی میگن دستگلی برای آقای سناتور سندرز و طرفدارشون فرستاد و گفت که در واقع ما و شما هر دو از حزب دموکرات هستیم، اگر اختلافی داریم اون یک اختلاف ایدئولوژیکی نیست، اون یک اختلاف سیاسیه. بنابراین خانم کلینتون به اصطلاح اون بازوی دست صلح و طرف طرفداران آقای سندرز فرستاده و به نظر منم ایشون خیلی خوب داره عمل میکنه. اما در رابطه با این حزب جمهوری خواه و آقای دونالد ترامپ، آقای دونالد ترامپ خب در همون شب این سوپر تیوزده دوم از اون 5 ایالت هر 5 ایالت رو برد. دلیلش هم به خاطر، نه فقط به خاطر نفوذ و اسم شناسی آقای دونالد ترامپ در اون ایالت هستن، چون این 5 ایالت در شرق آمریکا قرار داشتن، از نیوجرسی گرفته تا ورجینیا، اینا میدونید اون ایالت ها خیلی فاصله های کمی دارن و خیلی کم جمعیت هستن، بنابراین رفتن اومدنشون برای آقای ترامپ خیلی آسون بود. آقای کروز نتونست اونجا موفقیتی به دست بیاره، اون هم به خاطر اینه که حزب جمهوری خواه از این آقای کروز دلخوره. البته اگه بخوام راجع به این دلخوری صحبت بکنم، میتونم از سخنان دیشب آقای باینر که سخنگوی سابق مجلس آمریکا بود بگم که ایشون رو گفتش که ایشون it's Lucifer in flesh، یعنی که شیطان در وجود انسان. ایشون گفت این آقای کروز یک شیطانه و من اجازه نخواهم داد. البته ایشون دیگه سخنگوی مجلس نیستن و قدرتی در حزب جمهوری خواه نیستن، ولی مخالفت آنچنانی خودشون رو با ایشون نشون دادن و در واقع آقای کروز به خاطر اینکه جزوی از اون چیزی که ما بشکیم تی پارتی، دست راستی های حزب جمهوری خواه هستن،
با مرکز حزب جمهوری خواه و طرفداران هم مثل سناتور لینزی گرام و بقیه رابطه ای ندارن. دیشب هم آقای لینزی گرام از ایشون انتقاد کرد و همون حرفا رو زدن. ولی آقای ترامپ با بردنش، با پیروز شدن در این 5 ایالت، از نقطه نظر حساب رسی به این شماره دلگیت ها خیلی نزدیکتر داره میشه، و اگر بتونه کالیفرنیا رو ببره و اگر بتونه اون ایالت‌های اورگان و نیومکسیکو رو ببره، میتونه آرای 1233 رو که میخواد بگیره و وارد کانونشن حزب جمهوری خواه بشه. حالا اینها برای اینکه جلوی این آقا رو بگیرن، منظورم آقای کروز و کیسیک، در واقع همپیمان که حالا میتونه بگیم همپیمان شدن، ولی در واقع با همدیگه موافقت کردن که در ایالاتی که باقی مونده اگر آقای کروز داره اونجا فعالیت میکنه، آقای کیسیک اونجا به اصطلاح فعالیت سیاسی نکنه که تمام آرای جمهوری خواها یا بره با آقای ترامپ یا بیاد با آقای کروز. و سه‌شنبه در ایندیاناست و امروز فرماندار ایندیانا آقای کروز رو به پشتیبانی کرد ازشون، و آقای کروز هم به قول خودش یک برنامه خیلی بزرگی رو پیاده کرد و ایشون اومد خانم کارلی فیورینا رو به عنوان وایس پرزیدنت خودش، وی پی خودش، معاون رئیس جمهور خودش انتخاب کرد. البته ایشون کاندیدای حزب جمهوری خواه نیست، ولی این کارو کرده و از نقطه نظر تاریخی این اولین دفعه نیست که یک نفر این کار کرده. دفعه آخر 1974 بود که رونالد ریگان معروف با آقای فورد، که در سال 1974 مخالفتی داشت با آقای فورد، اومد گفتش که نه من میخوام که کاندید بشم، که البته کاندید نشد و ایشون برای خودش یه دونه معاون انتخاب کرده بود، و همونطوری که میدونیم آقای ریگان در اون دوره انتخاب نشد و در آقای کارتر انتخاب شد، آقای فورد هم انتخاب نشد. در هر حال آقای ترامپ حالا اگر اون مسائل سیاسی خودش از روی نوشته میخوند یا نمیخوند، که به نظر من خیلی بهتر از روی نوشته بخونه، به خاطر اینکه در اون شبی که پیروز شده بود در نیویورک، در اون مرکز خودش که بهش میگن ترامپ تاور یعنی برج ترامپ، اومد شروع کرد به اصطلاح صحبت کردن که من پیروز شدم و من الان دیگه به عنوان کاندید شناخته شده، کاندید شناخته شده حزب جمهوری خواه باید با من صحبت بکنه. در کنار آقای ترامپ، همسر فرماندار نیوجرسی که اون آقای کیسی که ببخشید آقای کریستی هستن، ایستاده بودن. و در زمانی که آقای ترامپ شروع به حمله کردن به خانم کلینتون کرد، گفت خانم کلینتون هیچ چیزی بلد نیست، هیچ کاری هم بلد نیست، تنها چیزی که این خانم کلینتون داره اینه که فقط یک بانوه، یک زنه، و کلمه که استفاده کرد گفتش که ایشون فقط از اون کارت زن داره استفاده میکنه. در این زمان این ویدیو، البته الان شاید بیشتر از 1 میلیون دفعه روی یوتیوب یا جاهای دیگه پخش شده، این خانم همسر فرماندار نیوجرسی کریستی صورتش رو به یه حالت خیلی عجیبی در آورد، چون مثل اینکه بهش برخورده بود. در هر حال آقای ترامپ از این عادت و حرکاتی که حرفاش و حساب شده نمیگه شناخته شده برای این مسئله، بنابراین زیاد نمیتونیم بیشتر از این توقع داشته باشیم. آقایان کروز و کیسیک به نظر من تموم شده هستند. درسته که امکان اینکه آقای ترامپ اون 1233 دلیگیت رو نیاره امکانش هست، برای اینکه هنوز هم میتونه اتفاق دیگه بیفته، ولی هنوز به نظر میرسه، هنوز به نظر میرسه که قدرت هایی در حزب جمهوری خواه هستند که تحمل آقای ترامپ رو ندارند، و حتی اون چیزی که ما بهشون میگیم سی پک، یعنی گروه هایی که پول میگیرن و تبلیغ میکنن، یکیشون به نام نیور ترامپ، یعنی ترامپ هرگز، فقط برای ایالت کالیفرنیا و ایندیانا بیشتر از 10 میلیون دلار اونجا تبلیغات در ایندیانا دارن خرج میکنن، و در کالیفرنیا به رقمی که اومده جلو بیشتر از 30 میلیون دارن تبلیغات در کالیفرنیای جنوبی دارن میکنن که جلوی آقای ترامپ رو بگیرن. ولی من فکر میکنم که بیشترین آرا رو آقای ترامپ میاره، ممکنه به اون شماره نرسه، خانم کلینتون میرسه به اون شماره، شکی درش نیست، ولی امکان اینکه آقای ترامپ به اون شماره 1233 نرسه هست، و در اون حالت میرن کنونسیون حزب جمهوری خواه، بهش میگن بروکن کنونسیون. بروکن کنونسیون به این معنیه که در اونجا هیچ کس شناخته شده ای صاحب آرا نیست که به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه بشه، بنابراین 3 دفعه رأی میگیرن، رأی دوره اول باید بر همون طریقی باشه که در ایالت ها رأی داده شده.
رأی دوم و سوم اینطور نخواهد بود و امکان این که آقای کروز این تصور رو داره که انقدر در داخل حزب جمهوری خواه طرفدار داشته باشه که رأی دوم و سوم به نفع ایشون تمام بشه. آقای کیسیک رو من تمام شده حساب میکنم، برای اینکه ایشون اصلا هیچ شانسی نداره و آقای کروز با انتخاب کردن خانم کارلی فیورینا با آقای کیسیک گفت من با شما هم کاری ندارم، یعنی فکر نباش که من میام شما رو به عنوان نامزد خودم انتخاب میکنم، یعنی منظورم نامزد معاون ریاست جمهوری. ولی شانس اینکه آقای کیسیک آقای ترامپ آقای کیسیک رو به عنوان نامزد خودش بگیره امکان داره، برای اینکه اونجاست که میتونه مطمئن بشه که طرفداران راست و مرکز حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ ملحق بشن. در هر حال به نظر میاد که آقای ترامپ بیشترین شماره رو خواهد داشت. آیا میرسه به اون 1233؟ 100% نیست، ولی خانم کلینتون 100%. بفرمایید. خب و پرسش آخر این استش که اگر که ترامپ رو رد بکنن، چون اینجور که داره پیش میره بالاخره به اون بروکین کانونشن میرسه و مطمئنن اونجا هم یکی از همین شانسا این آقای برایان پول برایانه که اون ممکنه که علارغم این که میگه نه و فلان اینا بالاخره اون تعارف تکلفه و اگر چنین اتفاقی بیفته به طور قطع و یقین این آقای ترامپ کودتا خواهد کرد و سرسوا میکنه و رعیا شکسته خواهد شد و در این صورت خانم کلینتون کارت برنده رو تو جیب 60 ساله داره. و آیا اینا داره ما رو به این سم میبره که چون از نظر من به عنوان سعید بهبهانی با توجه به نگاهی به قضیه دارم، نقشه‌ای که برای جهان اینا تری رو که برای جهان دارن فرقی نمیکنه تو این شرایط امروز، فرق نمیکنه چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه، آیا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه یا خانم کلینتون. در سیاست خارجی من اگر ایران همین روشی رو که داره، اگر که در این تابستان کارشون به نمیدونم حذف فیزیکی هم دیگه نرسد و اتفاقات اینگونه ای در ایران نیفته و همین چرخ لنگان ادامه پیدا کنه، من باورم بر این است که سال دیگه این موقع ایران و عربستان دست به یخه تو کوچه دنبال هم افتادن با چوب دارن دیگه رو کتک میزنن. من این صحنه رو این شکلی میبینم از حالا، یعنی فرقی نمیکنه چه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه چه خانم کلینتون. ولی سوالم اینه که اگر که این اتفاق بیفته، یعنی اگر که آقای ترامپ رو کنار بذارن، اون وقت صحنه چه شکلی خواهد شد؟ یعنی آقای ترامپ یقینا میره به عنوان منفرد و ایندیپندنت مستقل شرکت خواهد کرد، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنی که ترامپ قادر خواهد بود اگر به صورت مستقل شرکت کنه رأی بیاره؟ چی فکر میکنی؟ حساس و جالبیه، وقت زیادی هم میخواد، ولی خب من خیلی سریع بهش اشاره میکنم برای اینکه در اینجا باتون هم نظر هستم که فرق نمیکنه کی رئیس جمهور آمریکا باشه. از نقطه نظر من هیچ، تنها فرقی کرد در سال 2000 بود که اگر الگور رئیس جمهور میشد و در مقابل آقای بوش پسر، بله در اونجا فرق میکرد برای اینکه سیاست ها فرق میکرد، ولی امروز با این وضعی که در خاورمیانه پیش اومده، با مسائلی که در عراق، سوریه، حالا ما این شاخ راجع به لیبی صحبت نشده، ما آقای بهبهانی لیبی هم اون طرف آبه ها، اونم خطرناشه، امروز با این وضعی که پیش اومده فرقی نمیکنه که کی رئیس جمهور آمریکا بشه، البته با در نظر گرفتن کاندیداها، یعنی بین دو کاندیدا خانم کلینتون و آقای ترامپ. شما اسم آقای رایان رو آوردید، من فکر میکنم که اینها اگه بخوان جلوی اون چیزی که شما به عنوان کودتا و خود ایشون به عنوان شورش داره میگه، آقای ترامپ میگه اینجا شورش میشه اگه جلوی منو بخواید بگیرین، رایت میشه، من فکر میکنم که حداقل این رو با آقای ترامپ تحمیل خواهند کرد که اگر تو میخوای کاندید بشی باید معاون تو یکی از کسایی باشه که ما تعیین میکنیم، که من در اونجا فکر میکنم اون آقای پول رایان در اونجا وارد صحنه میشه، نه به عنوان اینکه جای آقای ترامپ رو بگیره، بلکه به عنوان معاون ایشون بشه، و یا اینکه یکی از حداقل اونایی که ما به عنوان مادرت ها میگیم وارد ریاست جمهوری، یعنی قسمت معاون ریاست جمهوری آمریکا بشه. ولی از نظر من جلوگیری از آقای ترامپ
مسئله اینه که شما حقوق رای دهندگان آمریکا رو زیر پا گذاشتید و این مسئله که یک مقداری با قانون اساسی آمریکا درگیری پیدا خواهد کرد و بعد از اون لاسوت ها بر علیه شکایات بر علیه حزب جمهوری خواه به دادگاه ها خواهد رفت و در اونجاست که حزب جمهوری خواه رو چند تیکه خواهد کرد. آیا رؤسای حزب جمهوری خواه، رجال سیاسی حزب جمهوری خواه حاضرن که این حزب رو، این پارتی رو تیکه تیکه بکنن برای اینکه نمیخوان یک دفعه یک نفری که نمیخوان رئیس جمهور بشه؟ من نمیبینم اینو آقای بهبهانی، حداقل امروز نمیبینم این مسئله رو، تا سر کانونشن، این تا قبل از کانونشن منظورمه، ولی امروز من این مسئله رو نمیبینم که اینا حاضر باشن یک پارتی، یک حزبی رو که روش انقدر کار کردن اینطوری بخوان از بین ببرن. یعنی هنوز جای ترمیم داره. پس بنابراین باید اینجا، چون سیاست مسئله کامپرومایز آقای بهبهانی، سیاست مسئله اینه که بچه حداقل یه جوری بنده نزدیک بشیم. در اینجا میخوام به سخنان آقای چارلز کوک اشاره بکنم. آقای چارلز کوک دو تا برادر هستن که بیشتر از 800 میلیون دلار تا الان به حزب جمهوری خواه کمک کردن که در انتخابات بین این و اون و اون، حالا تمام این کاندیداها پول خرج کردن. ایشون در هفته پیش در یک مصاحبه تلویزیونی، یک کلمه خیلی سری میگم، گفتش که ازش سوال کردن که آیا شما میتونید از خانم کلینتون پشتیبانی بکنید؟ جواب ایشون بود که بله، اگر بعضی از سیاست‌ها رو یه مقدار تغییر جهت بدن من حاضر هستم. ایشون کسیه که، یعنی پدر بزرگ، این پدر حزب جمهوری خواه آقای چارلز کوکه. وقتی ایشون این حرفو داره میزنه، حرف شما رو داره ثابت میکنه که ببینید اهمیت نداره کی رئیس جمهور آمریکا بشه، من حتی از خانم کلینتون هم میتونم پشتیبانی بکنم به شرطی که ایشون اون تغییر جهت سیاسی رو بده. در اینجاست که من گفتم وقتی که آقای سندرز خانم کلینتون رو به طرف چپ کشید، خانم کلینتون بعد از اینکه کاندید حزب دموکرات میشه میاد به وسط برای اینکه احتیاج داره. ولی باز هم من تکرار میکنم که شانس انتخاب شدن خانم کلینتون در انتخابات پیش روی نوامبر 2016 51-49 برای اینکه این حزب جمهوری خواه واقعا تکه پاره شده و همه فقط به هم بددهنی. من سخنان آقای جان باینر که سخنگوی سابقه مجلس بود براتون گفتم، آقای سناتورهای دیگر هم گفتم، هر کسی به هر کسی اینجا داره، نمیخوام بگم بددهنی میکنه، ولی این طریقه ای که یک سناتور سنای آمریکا رو شما میگید که ایشون شیطان در این ظاهر شده، این خود شیطان هست. که البته از نظر منم، بنده اصلا از آقای کروز خوشم نمیاد، به خاطر اینکه به نظر من نشون مقداری حالت روانش شبیه همین آقای ترامپ، منتها یه ذره تحصیلات و صحبت کردنش بهتره. در هر حال بله، این شورش خواهد شد، ولی من نمیتونم ببینم که جلوی این همه از رای دهندگانه، یعنی اگر امروز نگاه بکنیم که این آقای ترامپ تا حالا 10 میلیون، 8 میلیون، هر چقدر رای آورده، نمیتونیم جلوی این همه رای، یعنی حق و حقوق مردم آمریکا رو اینها جلوشو خواهند گرفت، من این رو نمیبینم آقای بهبهانی. در هر حال در هفته دیگه که فرصت بیشتری بود راجع به این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار ممنونم. به قول پسر علی، این دوست ما آقای آلبرت، آقای کروز رو میگه the most punchable face، این اصلا قیافت the most punchable face رو میگوشته این جوون. به حال از شما ممنون و متشکرم آقا، سپاسگزار از این فرصتی که در اختیار ما میذاری. شرمنده که یه قدری تخلف کردیم از تعهدی که کرده بودیم، تخطی کردیم و دقایق بیشتری از وقت شما رو گرفتیم. امیدوارم به کارت لطمه نزده باشیم. به امید دیدار شما در هفته آینده و صحبت‌های دقیق و شیرین شما. متشکرم آقای آلبرت از حضور در برنامه. سپاسگزارم. متشکرم. به هر حال اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده است که واقع شده است، سالوت کن لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایم بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، آدرس ما در فیسبوک هست، facebook.com/miantv1. اصولا آدرس ما در توییتر و در کانال تلگرام و در همه شبکه‌های گوگل پلاس و غیره هست، miantv1. خوشحال خواهیم شد که پذیرای نظرات شما باشیم. ممنون و متشکرم از شما. تا هفته دیگه که برنامه آقای آلبرت رو با هم دنبال میکنیم. از کاوه نازنین هم جا داره که تشکر کنم و دعوت کنم از شما که به اون روز صفحه میان تیوی آخرین اخبار رو که بزنی مستقیما رهنمون میشوی به سایت مردمریپورت.net که صفحه ایست محتوی خبرها، ویدیوها
و لینک های مرتبط، مهمترین بخش داستان در اون صفحه آن است که خارج از حب و بغض و تعصب و تعلق و تنگ نظری است، یعنی همسوس با اهداف میان تیوی. براش فرقی نمی کنه که این از کدام کانال تلویزیونه، از کدام دهان است که این پخش می شود، ولی او بدون تعلق و تعصب و تنگ نظری همه لینک های مرتبط رو در یک صفحه جمع کرده و هر روز چند بار اینا رو آپدیت میکنه و در اختیار من و شما قرار میده. دعوت میکنم که اون سایت رو هم دیدن کنید و بالاخره حمایت مالی بکنید. آخر ماه ممنونم از شما، سپاسگزارم. و برای خودم